سلام، در این قسمت از بدون تعارف با حجت الاسلام کارخانه امام جماعت یکی از مساجد محله هرندی تهران هم کلام میشیم. روحانی که سالهاست مشغول فعالیت جهادیه، اما متاسفانه در حوادث اخیر اغتشاشگران جمجمه اش رو شکستند. حاجا خیلی مخلصیم. ارادتمندم. بزرگوار حاج سری. الحمدلله به کولی چشم دشمنان انقلاب. خدا رو سعی از مرتبه شکر. سلامت باشین انشالله. حاج آقا چی شده؟ بگیم برای مردم. بنده امام جماعت مسجد الهادی علیه السلام محل دروازه هار محل شهید هرندی هستم. شب حادثه وقتی من متوجه شدم موضوع رو، یا تیمی شدیم از باب احساس تکلیف و احساس وظیفه وارد صحنه شدیم. با بچه های مسجد؟ با بچه های مسجد عمدتاً. کجا رفتید با بچه ها؟ کدوم منطقه؟ همون سمت خیام پیروزی کوکاکولا. خب خونه های مردم شیشه هاشو شکنده بودن، مغازه ها رو شیشه ها رو شکنده بودن، جلوی مردم مظلوم رو گرفته بودن و ازشون خواسته بودن که بیان پایین و حتی ماشین ها رو آتیش بزنن. دیدم چقدر این مردم مظلوم واقع شدن، چقدر غریب واقع شدن. سه چهار تا زن به من مراجعه کردن، متوجه شدم چادر از سر اینها کشیدن و دیدم که اینها کیوسک نیروی انتظامی رو آتیش زدن و بعد آمبولانس هم آتیش می زدن، آمبولانس هم سنگ می زدن. به مردم چه می گفتید شما؟ اینها حواستون باشه، ضد انقلاب قاطی شما هست، این یه فتنه است، یه توطئه است، اینجور نیست که اینها دارن میگن. یعنی فقط صحبت میکردیم؟ فقط صحبت کردیم، هیچ درگیری اتفاق نیفتاد. اما اینها وقتی دیدن که مردم دارن توجیه میشن و آگاه میشن به سمت ما حمله ور شدن با قمه و شمشیر و سنگ و آجر و بتون و اینها به سمت ما حمله کردن. هر کسی با یه چیزی میزد تا اینکه من احساس کردم که از نایه جمجمه و پشت سر ضربه ای بهم خورد. یه همون باعث شد که با چوب زدن، سنگ زدن، اصلا متوجه نشدم. یه نفری اومد با چاقو کارم رو یک سره بکنه، همون بعد از اینکه زدن. آره کارم رو یک سره بکنه. اینها اون کاسبا و مغازه‌دارا نگذاشتن. شما تو حالت بیهوشی و... آره بیهوشی و بیهوشی و اینها بودم. 80 تیکه استخون مثل ترکش وارد جمجمه شده بود، جمجمه متلاشی شده بود، خون زیادی هم من رفته بود. الان بخشی از جمجمه شما پروتز هست دیگه. بله. همه اینها یه طرف اون چادرهایی که از سر زن و مردم کشیدن خیلی من رو به هم ریخت. رویا احمدی هم اونجا شهید شد دیگه، اونجا قمه خورد و شمشیر خورد و مظلومانه شهید شد. حاج آقا شنیدم که در لباس روحانیت با عنوان امام جماعت مسجد دستگیری هم میکنید. ای بابا، حالا اگر صلاح بدونید نگیم. یک کوچولو بگید، یه تیتر ازش بگید چیه؟ مثل همون کارهای جهادی دیگه. شهدا هم ما چی طلب دارن، چی میخوان؟ معمولا خدمت به مردم دایرش گسترده است دیگه. حالا کمک‌های مؤمنانه است، سرکشی به نیازمنداست، سرکشی به زندانیاست. این کارا رو مداوم دارید در؟ آره الحمدلله به فضل الهی با کمک همین برای بچه های مظلوم حزب الله، بسیجی های مسجد. بله الحمدلله. خب حاج خانم احوال شما چطوره؟ خیلی ممنون الحمدلله، خیلی خوش آمدین. چند فرزند دارید؟ سه فرزند دارم. بله، دو تا دختر یه پسر. من یه سوال خصوصی اجازه دارم بپرسم؟ بفرمایید. منزلتون چند متره؟ 53 متر. 53 متر با سه فرزند؟ بله با سه فرزند.
بله. چند وقت اینجا زندگی میکنی؟ ما 11 سال اینجا هستیم. 11 سال؟ بله. حاج آقا چطور یه خونه یه 200 متری بالا شهری؟ مقام چیکار؟ صبح مازا همینجا هم خوبه دیگه الحمدلله. چون حاج آقا یه پراید دارن دیگه به قول من خیلی دیگه داغون شده. رابه رو هم خرچش میکنم درستم نمیشه. الان دوست داریم شما بدون تعارف در این جملتون رو با هر کس که دوست دارید. این چپیه برای من خیلی ارزش داره، این رو از داغا برام فرستادن و این انگشتر رو، من واقعا ازشون ممنونم و سپاسگزارم. ما عددی نیستیم و نبودیم، ولی ایشون ما رو مورد توجه قرار دادن. مبارکتون باشه. ممنونم بزرگواری. بسیجی چی بهتر از این هدیه است؟ همین واقعا همینطوره. ممنونه تو زحمت افتادید. زنده باشید. خدا خیرتون بده. سلامت باشید.